چرا سیاره مشتری مانند زحل دارای حلقه‌های بزرگ و درخشان نیست؟ با وجود شباهت سیاره مشتری به همسایش زحل، این سیاره فاقد حلقه‌های درخشان و زیباست. چه عاملی توی کمرنگ شدن حلقه‌های مشتری نقش داشته؟ با این حال مشتری حلقه‌های نازک و باریکی داره که از گرد و غبار تشکیل شدن و تنها در صورت وجود نور خورشید در پس زمینه می‌درخشن. بر اساس پژوهش جدید این حلقه‌های باریک فاقد درخشش هستند چون قمرهای بزرگ گادیده مانع از انباشته شدن سنگ‌ها و غبارها در اطراف مشتری میشن. همراهان چنل ساینتیا سلام. اگه دوست دارین بدونین که چرا سیاره مشتری مثل زحل دارای حلقه‌های بزرگ و درخشان نیست، با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید. ولی لطفاً قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنین. ارتباط قمرهای سنگین و شکل‌گیری حلقه‌ها. اخترفیزیکدان‌ها برای بررسی فرضیه سیستم حلقوی غول‌آسا توی اطراف مشتری در مقطعی از تاریخ مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های اجرام مداری مشتری رو اجرا کردند. شبیه‌سازی‌های یاد شده حرکت مداری مشتری و 4 قمر بزرگ اون موسوم به قمرهای گالیله رو در نظر گرفتن که عبارتند از گانیمید، کالیسو، آیو و اروپا. پژوهشگران همچنین مدت زمان کافی برای شکل‌گیری یک سیستم حلقوی رو توی شبیه‌سازی‌های خودشون لحاظ کردن. بر اساس این مدل‌سازی، مشتری حتی توی گذشته حلقه‌های مشابه زحل نداشته و بعیده توی آینده هم داشته باشه. اونها معتقدن که سیاره‌های غول‌پیکر و سنگین قمرهای سنگینی دارن و همین قمرها مانع از شکل‌گیری حلقه‌های ماده میشه. قمرهای گالیله مشتری که یکی از اونها بزرگترین قمر منظومه شمسیه، به سرعت هر حلقه بزرگ احتمالی رو که در حال شکل‌گیری باشه نابود میکنه. حلقه های سیاره مشتری. سیاره مشتری دارای حلقه های باریکه که بخش زیادی از اونها رو غبارهای دفع شده از قمرها و موادی تشکیل میدن که احتمالاً بر اثر رویدادهای برخوردی به داخل فضا پرتاب شدن. از طرف دیگه بخش زیادی از حلقه‌های زحل رو یخ تشکیل میده که احتمالاً قطعات دنباله‌دارها، سیارک‌ها یا قمرهای یخی هستن که به دلیل گرانش زحل از هم پاشیدن. حلقه‌های سیاره زحل. میدونیم قمرهای زحل نقشی حیاتی توی شکل‌گیری و حفظ حلقه‌های اون ایفا میکنن، اما یک قمر یا چند قمر بزرگ هم میتونن از نظر گرانشی حلقه‌ها رو مختل کنن و یخ‌ها رو به خارج از مدار سیاره‌ای و منطقه نامعلوم هدایت کنن. با اینکه اغلب افراد تصور میکنن زحل تنها سیاره دارای حلقه است، حلقه‌های اطراف سیاره‌ها حتی توی منظومه شمسی بسیار رایجه. برای مثال علاوه بر مشتری، غول‌های یخی منظومه شمسی یعنی اورانوس و نپتون هر دو دارای حلقه‌های باریک از گاز و غبار هستند. حلقه‌های سیاره اورانوس. اورانوس نسبت به سیاره‌های دیگه دارای انحراف محوری شدید و محور مداری اون موازی با صفحه مداریه. موقعیت حلقه‌های این سیاره هم بر همین اساس تنظیم شده. احتمالاً جرمی با اورانوس برخورد کرده و منجر به انحراف محوری اون شده، یا احتمالاً زمانی این سیاره حلقه‌هایی داشته که عامل این انحراف بودن. البته حلقه‌ها محدود به سیاره‌ها نیستن. جرم کوچیکی با عرض 230 کیلومتر به نام چاریکلو که در مدار بین مشتری و اورانوس قرار داره هم دارای حلقه است. حلقه های سیاره مریخ. مریخ هم احتمالاً در آینده حلقه دار میشه. قمر مریخ هر سال یکم به این سیاره نزدیک میشه. طی 100 میلیون سال آینده این قمر به قدری به مریخ نزدیک میشه که بر اثر گرانش این سیاره از هم میپاشه و حلقه‌ای با عمر کوتاه رو تشکیل میده که ممکنه مجدداً متراکم بشه و به قمر تبدیل شه. حتی حلقه‌های زحل هم ممکنه موقتی باشن و در آینده به صورت باران روی این سیاره فرود بیان. اگه بتونیم حلقه‌ها رو با جزئیات بالایی بررسی کنیم، میتونیم از اونها برای چسباندن قطعات پازل تاریخ سیاره‌ای استفاده کنیم. حالا شما به ما بگین به نظرتون چرا سیاره مشتری با توجه به اندازه بزرگش ستاره نیست؟
خوشحال میشیم نظرات و دانسته‌های خودتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.